وبيا نن اوراز د ترکیه د ملک په همکاري باندې نن دا د مر دا کم جاتوالي د برق چراغلي نن دا د افتتاح وو دا یوازنه یو داسي غټه پروژه ده یا غټ کار د افغانستان د ملت لپاره نو موږ نه یوازې د هلمند محترمو مجاهدینو او عوام ولس ته دا داد ورکو ټول افغانستان ته انشاءالله دا داد ورکو چې په ژر تر ژره به په انشاءالله په افغانستان کې داسې اقتصادي تحولات راشي چې دوی به خپله هم ورته اریان وي. افغانستان ظرفیت تولید 3,25,000 مگاوات برق دارد. بیشترین تولید از انرژی باد است. از انرژی باد ظرفیت 2,22,000 ظرفیت تولیدی برق دارد. 2,22,000 مگاوات برق. از انرژی آفتاب ظرفیت 67,000 مگاوات برق دارد. از انرژی آب ظرفیت 23,000 تولید مگاوات برق دارد. نن په افغانستان کې مسلحانه جهاد نست. نور جهاد ختم شو. دښمن له سرحداتو په میلونو په لکونو په زرګونو کیلومتر او مایله تښتېدلی دي لرې، خو زمونږ په مخ کې ډېرې مهمې نورې دندې دي چې هغه اقتصادي جهاد دی چې باید موږ یې وکړو په اول قدم کې. تجارانو، صنعتکارانو او د رسنیو مسؤلینو او ټولو میلمنو راغلو د مجلس حاضرینو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محترم، لکه څنګه چې یونس صاحب بعض خبرو ته اشاره وکړل، الحمدلله نن که موږ تاسې ونه وایم دنیا پر دې قایله ده د افغانستان پر اقتصاد باندې. د دې یوازنۍ د پرمختګ او د دې اقتصاد پر ځای درېدلو یا پر مخ روان دا یوازنۍ د دې تجارانو او د صنعتکارانو محترمینو کوشش تو او د دوی جهد دی په دې کې. یقیناً کله چې به مومن صاحب محترم موږ یو وخت مجلس ته راوغوښتئ، خو په هغه مجلس کې به داسې پېښه شوه چې مومن صاحب به د یو مشکلاتو خبره راته وکړل، په هغه مشکل به یا وخت ونیوي یا څه نه څه به ژر یا پس خو حل به سو. خو که موږ نن ګورو الحمدلله څنګه امنیت چې په افغانستان کې دی، داسې سرتاسري امنیت زه په دنیا کې بلابود نه وینم، ځکه د دنیا کې چې څه پېښېږي هغه د رسنیو سه قسم دا دغه لري چې پټې کې دنیا ته ښکاره نه کړي، خو موږ ته دنیا متوجه ده. یو کوچنی شی، یو لږ شی، یو دغه نه هوا ورکړي چې دنیا راباندې وژږي. خو د الله څخه راځي په دې باندې چې موږ ته الله پاک داسې یو امنیت راکړی دی چې هغه مثل و زه په دنیا کې وینم نه. او د هر ملک د بهبود د پرمختګ دپاره یوازنۍ امنیت دی چې په کوم ملک سره زر او سپین زر د ورځې سره تبادله کیږي هغه ملک پرمختګ کولی نشي تر څو چې امنیت نه وي. نو امنیت الحمدلله یو غټ نعمت دی چې الله پاک زموږ هیوادوالو ته ورکړی دی. موږ د دوی نه دا خواهش کوو چې د دې شکر ادا کړي. بلکه وګورو چې کم زموږ تجاران وړونه دي، کم مالونه و بهر ته انتقالوي، موږ د هغو ملکو څخه مننه کوو چې د سهولت او د اسانیو د وسایي لارې ورته برابرې کړي، ځکه افغانستان یو داسې ملک دی چې هر څه پکې شته، که د میوو د لارې، که نور خپلې زیرزمیني شیانې مثلا لکه معدنیات. الحمدلله چې موږ وګورو په افغانستان کې څه نه څه ماته معلومات شته، یعنې یو قسم چې د سنګزوګالو یا مثلا د نورو معدنیاتو معلومات شته تر 180 کانونو زیات شته. دا داسې مشهور ځایونه دي، یعنې چې
انتها دا نه ده معلومه چې یا څو زره ټنه یا څو میلیونه ټنه یا څو لکه ټنه به پکښې کې. موږ پر خپلو ګاونډیانو او پر خپلو نورو همسایګانو باندې غږ کوو چې زموږ سره ښه تعامل ولري. موږ به د دوی سره متقابل تعامل لرو او داسې پر بعضو بعضو شیانو باندې دوی موږ ته څه نه څه مشکلات پیښوي، دا دوی ته ګټه نه رسوي، توان به ورسوي، ګټه نه شي رسولی. مثلا لکه د مهاجرو په سر باندې چې نن ورځ څه استهزا یا مثلا څه سپکاوی دوی کوي د افغانانو سره، دا و هیڅ افغان ته د منلو نه ده. دوی باید د خپله ځانه سره سوچ و فکر وکړي، باید دوی د آینده هم وسنجي. افغانستان پر دغه حال نه پاتېږي. موږ که ګورو ځکه د افغانستان د اسلامي امارت دغسې یو موټی، یو وحدت، یو اتفاق په هیڅ ملک کې نشته. موږ چې د نورو ګاونډیانو حالاتو ته ګورو. السلام علیکم. علیکم سلام، خوب هستی؟ بخیر هستی؟ سیاتان خوب هست؟ جانک صاحب جور هستی؟ بخیر باشی؟ جانا جور هستی؟ شکر پزد خدا سرکتان جور شد، چقدر خوب؟ سلامت باشین، بسیار خوب باشین. امی پاچه شما خدا ترک داشته باشه، خدا زنده باشه. بسیار ده ما خوب کردین، سرکا جور شد بخیر. این ما هم با سرعت هستیم، با ثانی هستیم، از گل بر آمدیم، از محتاجی مردم بر آمدیم. این خوب هست ما این سرک جور میشه بخیر. شما زنده باشین، طالبا زنده باشه. این میکارای ما شما از که میرشه جور میشه بخیر، این زندگی باشه جور میشه بخیر. چرا حاجی صاحب سابق همه قبا سازی نمیشد؟ این خو همه حکومت بود دیگه که همه دوزا بود دیگه، دوز بودزی بود. یکی که جور میکرد دیگه 50,000، 2,00,000، 3,00,000، 50,000 روپا میداد، پاسی را پاس میکرد. آل امیت چکر است امیت؟ اینا خو کسی پاس خوری نداره قربان شد. حالی خو حکومت است دیگه بخیر، یعنی جور میشه، اسلامی حکومت است دیگه. حالی جور میشه، هیچ کسی ممانعتش نمیکنه. منطقه یک منطقه تاریخی افغانستان است. آی کلای اشمت خان است، دینه کلای تاریخی است. ببینید کلای تاریخی است، کلای اشمت خان است، بنام کلای اشمت خان یاد میشه. بسیار خوب منطقه است، خوب آبادی داره، خوب جایا داره. یعنی این سرک جور شو ما مسوده میشیم برادر خان. شما کار شما جور میشه، همین کار است دیگه. شما زیاد رفت آمد میکنید؟ آی علی علی مطرح چی که ریشکا گیبرای نه دارو پتا تا شهر میریم پس میایم. نه بیادر خان دم آسانی شد، گل نیست، کدام چیزی نیست، ممانعت نیست، دوز نیست. این همی خوب است ما شما. آه ما شما مسئله دارین که نگاه کنیم، میره ممانعتی بکنیم، جویش ببینیم، جویش پاک کنیم، پاکاریش بکنیم. غلط آدم که سرش بیای او رو بگیریم. بیادر خان دارم تو کارا خواست دیگه. بخیر باشی، سلامت باشی، خوشحال شوی. السلام علیکم. علیکم سلام، خوب هستی پدر جان؟ خسته نباشی، سلامت باشی، خوش آمدی. بخیر باشی، سلامت. میشه خدا معرفی میکردین نامتون چی هست؟ اسمم بریالی هستم. بله را جان، خصوصا با آمدن امارات اسلامی افغانستان وزارت انرژی آب اقدام کردند بزرگترین بندها را بسازه، از این جمله بند شاتوت که در کابل موقعیت داره کار بازسازی جیان پیدا کرده. چقدر خوب است و چقدر با شما خوب است؟ واقعیتش از امارات اسلامی ما خوش هستیم که خیلی کارا روی دست گرفته، به خصوص بندای برق که این بندای برق در حال ساختن هستن و انشالله که شاید تا 5 سال دیگه ما خودکفا شویم. چقدر زمین های زراعتی باز آبیاری میشه؟ چقدر آب ما سطحش بالا میره؟ ای برای زمین های زراعتی و سطح آب هم خیلی که خوب است که آب ذخیره میشه و در وقتی که خشکسالی بود یا مثلا باران نبود میتونی از او استفاده کنی و هم به برق میتونی که استفاده کنی. هم یک طرف بند برق ساخته میشه و یک طرف دیگه سطح زمین زراعتی آبیاری میشه و همچنان آبهای سطحی بالا میره دیگه. کابل خیلی آبهایش پایین رفته. بله همونطور است، فعلا مردم یک ذره با مشکلات کمابی مواجه هستند که انشالله بندای برق جور شود یا آب پنشیر بیاد، انشالله که مشکلات هم رفع میشه. واقعا با آمدن امارات اسلامی افغانستان دو سال و چند ماه میشه غوغا کردن، بزرگترین کانال تکمیل کرده کارش و همچنان کارهای بند برق شروع کرده و بالای دریا
دنیای کنر هم کارگیران داره. چقدر خوب شدم. واقعیتش خیلی که خوب شده است. از عزم محکم امارت اسلامی است که در حالی که کشورهای همسایه هم مثل سابق با ما همکاری ندارن، با صورت خودکفاانه و پیش می روند و ساخت و ساز می کنند، بندار می سازند که انشاءالله با امید خودکفایی. و یکانه مشکل وطن دارم این است که برق نیست. انشاءالله تو بندار ساخته شود که برق بر همهش داشته باشیم، ضرورت به کشورهای خارجی نداشته باشیم. انشاءالله که کار امارت اسلامی هم که معلوم میشه انشاءالله تا چند سال آینده همچنین صورت میگیره. کانال قشتپه را دیدی کارش تکمیل شد، خوش شد یا نه؟ واقعیتش خیلی خوش شده. بسیار کانال کار بزرگی بود که انجام دادن و انشاءالله که باقی ماندهش هم تمام شد که کشور ما خودکفا شد از لحاظ عبوبات. و خصوصا اگر بالای دریای آمو، دریای کنر بند ساخته شد چقدر خوب میشه؟ بسیار خوب میشه. ولایت های جنوبی ما بود که کانال قشتپه ساخته شد، نه شمالی. دیگه طرف ها که هر جایی که کانال ها ساخته شد و بند های ساخته شد خیلی که به کشور ما خوب است. از نگاه اقتصاد چقدر خوب است؟ از نگاه اقتصاد هم خیلی که خوب است که مثلا ما از زمین میگیریم دانه و چیزها را و ضرورت به این میشه که ما پیسه ما را خارج بدیم و مواد خوراکی و دیگه چیزها بیاریم. چرا سابق همین بندهای برق ساخته نمیشد؟ اختیار خودشان نداشتن؟ مردم خو اختیار خود داشت، خو کسی دلسوز نبود، کسی از دین آگاه دلسوز نبود و از دین آگاه نبودن که خدمت کنن به مردم، که هر مقامی که باشه در دنیا جواب دادنیست. بخیر باشید. تشکر، زنده باشید.